مخلص همه دوستان عزیز یه غذای ترکیه‌ای داریم، اونم چلو خورشت داوود پاشا. بریم تو سرد نشده بزنیم بر بدن ببینیم عطر و طعمش چیه. به به چه چلویی. روغن سبز رنگی مال نعناشه. به 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 به. یه تیکه من این تدیگ سیب زمینی خوشگل برداریم بزنیم بر بدن. اوه خود شد. خب بسم الله. عالی، یه عطر خاصی داره. دوستان خدمت تو عرض کنم که اولین بار ما این غذا رو درست میکنیم و برای اولین بار که این طعم رو من چشیدم واقعا حال کردم. خدایش عالی عالی، جای تک تکتون واقعا خالی. اگر هم دوست دارید که طرز پخت و تهیهش رو ببینید برید بقیه کلیپ با مهربان باشید. یاران مهربان سلام، میخواییم در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین مواد خوشمزه ترین غذا رو درست کنیم. اونم چی؟ داوود پاشا. و برای شروع میریم واسه آماده کردن گوشت قلقلیمون. گوشت چرخ کرده داریم، پیاز رنده شده رو که آبش رو گرفتیم بهش اضافه میکنیم، ریشه زعفرون، فلفل سیاه، ادویه گوجه‌ای، پودر سیر و پیاز و نمک هم می‌ریزیم. اینم از آرد نخودچی. و حالا همه رو با هم اساسی ورز می‌دیم تا حالت چسبندگی پیدا کنه. به این شکل. خب به اندازه یک گردو از گوشتمون چونه می‌گیریم و تو دستمون قلقلیش می‌کنیم. و به همین خوشگلی همشون رو آماده کردیم و یه ساعتی میره داخل یخچال تا خودشو بگیره. حالا میریم سر گاز. داخل تاب روغن میریزیم یه پیازی رو که خیلی ریز نگینی کردیم سرخ و طلاییش میکنیم. پیاز سرخ شدمون رو از تاب جمع کردیم و تو همون ظرف گوشت قلقلیای خوشگلمون رو با شعله متوسط سرخ می‌کنیم. دقت کنید پیازی داخل تاب نمونده باشه که موقع سرخ کردن گوشت می‌سوزه. در حدی اطراف قلقلیامون رو سرخ می‌کنیم که رنگ گوشت تغییر کنه و خودش رو بگیره. دوستان اون مقدار آرد نخودچی که به گوشت اضافه کردیم بافتش رو بسیار نرم و خوشمزه می‌کنه و گوشتمون بعد سرخ کردن دیگه سفت نمی‌شه. و شما فقط رنگ و روخش رو ببین. خب وقتش قلقلیا رو یه گوشه تابه جمع کنیم و شعله زیرش هم خاموش میکنیم. یه قاشق غذاخوری نعنای خشک داریم و زردچوبه که گوشه تابه با همون مقدار روغن تفتش میدیم. داغی روغن و تابه واسه این کار کافیه که نعنا نسوزه و الا تلخ میشه. حالا پیاز داغمون هم اضافه میکنیم و همه رو با گوش یه تفت کوچولو میدیم. برای چاشنی به مقدار لازم نسبت به اندازه گوشتمون رو به انار اضافه می‌کنیم که ترشی و شیرینی و ملس بودنش کاملاً بستگی به ذائقه خودتون داره. اینم از یه لیوان آب جوش که می‌ریزیم داخلش و به مقدار لازم نمک اضافه می‌کنیم. در آخر شعله رو روشن و حدود نیم ساعت با کمترین حرارت زمان می‌دیم که سسش غلیظ بشه و مزه‌اش به خورد قلقلیامون بره. به به که چه شود.
همه چی عالی و چه عطری داره این غذا. ترکیب پیاز داغ و نعنا و رب انار واسه این غذا یه چاشنی بی نظیره. کافیه یه بار امتحانش کنید، مطمئنن عاشقش میشید. چلو خورش داوود پاشای ما آماده است، بپزید و نوش جان کنید و از خوردنش لذت ببرید. ای پروردگاری که سرشار از مهر و محبت و لطف و کرم و عنایتی، در این ایام زیباترین سرنوشت را برای دوستان و عزیزانم مقدر کن. بهترین ها را برایشان رقم بزن و آنها را در تمامی لحظات زندگی دریاب. دلشان را سرشار از شادی و آرامش کن و آنچه را که به خیر و مصلحت بندگانت می دانی به آنها عطا بفرما. آمین.